شهبانو فرح پهلوی ویدیوی از خودش پست کرده و در رابطه با حفظ کردن روحیه و در توضیح هم نوشته سخنی با هم میهنان. هیچ وقت روحیه رو از دست ندید. روحیه مثبت داشته باشین. میدونم چه سختی ها هست، چه گرفتاری ها هست، چه چیزهایی هست. نمیتونم خودم رو جای شما بذارم. ولی یکی از اولین مبارزه ها اینه که روحیتون رو از دست ندید. هم بستگی داشته باشید، متحد باشید و اینجوری نخواهد موند. من مطمئنم که نخواهد موند. برای که همونطوری که بارها گفته شده، هم شاه فقید هم خود من، مملکت ما مورد هجوم خیلی ها قرار گرفته، ولی همیشه ایرانی ایران مونده و پایدار مونده و شما هم همینطور خواهد بود. مطمئن باشین که نور بر تاریکی پیروز خواهد شد و ایران از خاکستر خود برخواهد خواست. به امید دیدار. هنگامه هم عکسی از خودش پست کرده در حالی که کاغذی در دست گرفته و در کاغذ نوشته بنزین گران‌تر شد، فقیر فقیرتر شده و در توضیح عکس نوشته من در آمریکا زندگی میکنم و شاید درد هموطنانم را لمس نکنم، ولی از بی‌عدالتی و مشکلاتی که مردم کشورم با آن درگیر هستم قلبم به درد میاد. به عنوان یک ایرانی این حق را دارم که مخالفت خودم را با گرانی، بی‌عدالتی، زور و چپاول ثروت کشورم اعلام کنم. گلازین هم ویدیوی از خودش پست کرده و در توضیح ویدیو نوشته گرچه دور ولی ثانیه به ثانیه در کنارتون هستم که این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. سلام به شما عزیزان. نمیدونم این مسیج من رو میتونید ببینید یا نه. فقط میخواستم بگم که اگرچه دور ولی ثانیه به ثانیه در کنارتون هستم. به عزیزانی که خانوادهشون رو از دست دادن، دوستانشون رو از دست دادن تسلیت میگم و برای مردمم طلب صبر دارم. گوگوش استوری با این متن گذاشته اینکه گذشتن از کنار قصه ها نیست، اینکه یه تصویر از سقوط آدم ها نیست. ما بی تفاوت به تماشا ننشستیم، ما خود دردیم، این نگاه گذرا نیست. تحمین میلانی یکس از محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران تو پیجش پست کرده و تو جوابش که گفته بود به اینترنت دسترسی نداره فقط به یه ایموجی تعجب بسنده کرده. انیسا امانی کمدین و مجری تلویزیون ایرانی آلمانی ویدیویی از خودش به زبان انگلیسی پست کرد و در توضیح ویدیو هم نوشته ایران باید آزاد بشه. Iran needs to be free. Iran needs to be free. Iran needs help and hopefully not in a war. We don't want. I remember wars, horrible wars the last 20-30 years where in the end it was no help for the people. So we don't want a war, but we need help for the Iranian people now. And we need to stop them to treat people in this inhumanic, cruel way. And they need help. They need air to breathe. Thank you. مهناز افشار پیام توییترش رو استوری اینستاگرامش کرد و نوشته پیام شبیه به همه دو رئیس جمهور ایران، خس و خاشاک عددی نیستن. قدرت و سیاست و آدمهایی که مردم عادی آسیب پذیر جامعه رو قربانی میکنه. کاش بدونه که آه مظلوم بالاخره آسمان رو به لرزه در میاره. نگین میرصالحی بلاگر و مدل معروف ساکن در هلند هم گفته به عنوان یک ایرانی قلبم برای مردم ایران میتپه. از وقتی که اینترنت در ایران قطع شده هیچ کس نمیدونه که اونجا چه خبره، اما برای همتون دعا میکنم. بله، اینم از خبر امروز. برمیگردیم با ادامه خبرها با سحر و ندای عزیز.